عرض ادب و عرض سلام خدمت تمامی دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم در زمینه آموزش تضمینی عود در مدت زمان 5 ماه در خدمت شما هستم. با شماره تماس 0931241443 0936 4491296 0919889080 3. خب دوستان، اینم یه آهنگ فوق العاده زیبا و آهنگی است که واقعا فراموش نمیشه و هر وقت این آهنگا پخش بشه انگار جدید به بازار اومده، اصلا کهنگی نداره این آهنگا و کار فوق العاده سختی هم است، فوق العاده ملودی دار، فوق العاده کارهای اصولی و علمیه که تقدیم تمام عزیزان، مخصوصا عزیزانی که مسنن سنشون بالاه و با این آهنگا خیلی خاطره دارن، انشاءالله خاطره خوبشون با این آهنگ زنده شده باشه. خب دوستان، 6 تا نکته اولی. نکته عزیزانی که مایلن پکیج کامل ویدیویی آموزشیمو داشته باشن در خدمتشون هستن. نکته دوم، دوستانی که مایلن در مراحل ریسازی شرکت کنن که بعدها اگه یه روزی استریو زدن راحت بتونن تنظیم کنن، بتونن کارهای کیبوردشون رو خودشون انجام بدن، پکیج ریسازی رو میتونن داشته باشن. نکته سوم، عزیزانی که ایرادگیری دارن با این دوستان فقط به صورت ایرادگیری کار میشه. نقطه چهارم، دوستانی که تازه میخوان این کارو شروع کنن، راهنمایی میخوان اول بخرن آموزش ببینن، در خدمتشون هستم. نقطه پنجم، عزیزانی که ایرادگیری دارن توی نوازندگی، ببخشید، عزیزانی که نقطه پنجم، عزیزانی که خواننده هستن در زمینه آهنگسازی و تک ترک و آلبوم، در خدمتشون هستم. اما نقطه ششم، یه عزیزانی هستن که مشغله کاریشون اجازه نمیده، یا نمیتونن یا نمیخوان یا علاقه ای ندارن از پای کار کنن، فقط میخوان آهنگ بزنن. با این دوستان فقط آهنگی کار میشه و زیر 20 آهنگ با این عزیزان کار نمی کنن. 20 آهنگ تصویری با توضیحات کامل با دید عالی اجرا میشه و عزیزان ارسال میشه. خب دوستان، عزیزانی که الگوی رولند دارن، کورد یاماها دارن، ستهای جدید میخوان یا میخوان ستها رو تبدیل کنن، یا دوستانی که با الگوی توی گوشی های اندروید یا iOS آیفون کار میکنن، برنامه ها و ستهای این الگو رو من موجود دارم، اگه خواستم میتونم با هم در تماس باشم. خب دوستان، بنده ورامین هستم. عزیزانی که ورامین، قرچک، شهرده، پاشتش، پیشوا، مامازن، اسلامشهر، بابات کریم، افسریه، کهریزه، کهمسار، سمنان، تو این محدوده ها هستن، حضوری در 38 جلسه کامل، و عزیزانی که خارج از تهران هستن، تو سیت استان ایران هستن و هر شهر، حالا هر استانی هم خیلی شهرستان داره، خیلی روستا داره، به قول خودمون خیلی دوات ها داره، حالا چند در استان ها، مشهد، شیراز، اصفهان، ارومیه، مازندران، کرمان، اهواز، جنوب ایران، شمال ایران، غرب، شهر، هر روستایی، هر شهرستانی و حتی عزیزانی اصلا خارج از کشورن، با این دوستان هم به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. خب دوستان، بازم جدا این سوال، من این جواب این سوال بگم، خیلی ها میگن حضوری و غیر حضوری چیه، چه فرقی با هم داره؟ عزیزان، من که میگم اونایی که نزدیک منن حضوری در 38 جلسه، منظورم اینه که اونایی که نزدیکن میتونن بیان پکیج آموزش از بیان پیشم بگیرن برن، منظورم اینه. ولی از نظر این که بخوان سر کلاس بشنن آموزش ببینن، نه، کل پکیج آموزش توی پکیجه. اونایی که نزدیکن میان پکیج رو میگیرن و در ماه اگه بتونن، که حالا فعلا به خاطر موقعیت کرونا کلن تمام ایرادگیری از شبکه‌های مجازی انجام میشه، ولی خب اونی که بتونه در ماه یه جلسه برای ایرادگیری میاد، اونی که راش نزدیکه شاید هم نتونه بیاد، همون پکیج رو برای دوستان غیر حضوری خارج از کشوری ارسال میکنم و تمام ایرادها، مشکلات، سوالات، مبحثات، مشاوره ها، توضیحات و از همون شبکه‌های مجازی به دوستان میدم، فرقی نمیکنه. خب دوستان خیلی گله من بودن از آموزش ها، از شیوه‌های آموزشی که دیدن، از دوره‌های آموزشی که دیدن. یه عزیزی با من تماس گرفت، گفت من یک کلاسی رفتم، جلسه اول به من یه آهنگ داد، گفت این آهنگ رو برو بزن. میگم من اومدم خونه دیدم نمیتونم اصلا اون رو گذاشتم کنار. یا خیلی از دوستان که تماس میگیرن میگن ما هر جایی که میریم
فقط به ما یه نوت میدم میگم برو بزن. تازگی هم که دیگه مد شده یه آهنگ رو در 3-4 جلسه با هنرجو میدن. عزیزان، اونی که واقعا میخواد تو این کار پیشرفت کنه، اونی که میره توی مراسم نوازنده رو میبینه، پنجاهی نوازنده رو میبینه، واقعا میخواد نوازنده بشه، با این راه ها نوازنده نمیشه. نوازنده شدن قلق داره، راه داره، روش داره، علم داره، اصول داره. این نیست که شما بخوای بری هر کلاسی یا بری 4 تا آهنگ بدم بگم برو بزن، 4 تا نوت بدم بگم برو بزن. نه، کاملا اشتباه. و با این روش هنرجو نوازنده که نمیشه، هیچ کارو میذاره کنار. چون توی مجلس، توی استدیو برای خواننده‌های نامی کار کردن، توی استیج، توی کنسرت، توی جشن‌های خانگی حتی باید بی نظیر باشی، عالی باشی. ولی الان من همین آهنگ رو بهتون زدم، ببینید این تیکه استرینگ شما بهتون زدم چقدر مشکل بود. از این وقت آکورد، از این وقت حالا ببینید یه تیکش رو بهتون میدنم. ببینید پنجه باید تا این حد قوی باشه. پنجه هر چقدر هم دور ریتم میره بالاتر، پنجه باید خودنمایی خودش رو نشون بده، یعنی نشون بده که چقدر قدرت داره. ولی من الان به دور پایین دارم. حالا ببینید کار میکنم. تئوری موسیقی، پنجه قوی کردن، پنجه صحیح گذاشتن، مراحل آکورد شناسی، مراحل گام شناسی، مراحل گام نوازی، مراحل آهنگسازی و قوی کردن گوش هنرجو، به صورت که هنرجو بتونه هر ملودی که گوش کرد و آنی در بیاره راحت، بدون اینکه دست پاش بلرزه، بدون اینکه ترس از آهنگ داشته باشه، توی مجلس رفت بی نظیر باشه، توی کنسرت رفت عالی باشه، با هر خواننده نامی کار کرد عالی باشه، ترسی نداشته باشه از کار. تو موسیقی هر چقدر به ترسی بدتره، کار خرابتر میکنی. ترس توی نوازندگی نباید باشه. و خب عزیزان، ترکن، لورن، کردن، فارسن، عربن، لورن، برای من فرقی نمیکنه. من برای همشون سنگ دموم میذارم، مخصوصا دوستانی که خارج از کشورن، افغانن و حتی ایزان که خارج از تهرانن، شیرازی، اصفهان، مشهدی، کرمانی، قم، یزدی، حالا هر نقاطی از این ایران، هر نقاطی از این دنیا، هر نقاطی از این تهران برام این باشن، من کار خودم رو انجام میدم و تمام فوت و فن کاری که حتی توی پکیج هم نیوردم به عزیزان میگم که عزیزان بتونن از این کار واقعا لذت ببرن و نتیجه عالی رو بگیرن. اون عزیزی که داره الان ویدیوی منه میبینه، کار منه میبینه، خب قطعا منتظر نتیجه خوبه که میخواد ثبت نام کنه، میخواد آموزش ببینه. اگه بدونه که نتیجه در پی نداره، هیچ نتیجه آخر سر نتیجه خاصی نمیگیره، خب قطعا ثبت نام نمی کنه، اصلا دور این کار رو خط میکشه. پس هر دوستی که داره علاقه داره میخواد کار کنه، پس علاقه داره. ولی خب متاسفانه این کلاسای اومده که هنرجوها چی بگیم، بعضی از این عزیزان خب نمیدونن، سردر نمیارن، صفر هستن و هرچی هم که اون بنده خدا بگه اون هنرجو هم کار میکنه. ولی متاسفانه اینجوری نیست. این روش کاملا غلطه که بیای به هنرجویی که هیچی نمیدونه آهنگ بدی، چاتون بده فارسی بنویسی بدی، یا بیای بهش بگی لالا مثلا ببینید بگید میاد
اینجوری میذارن هنرجو هم فیلم میگیره میاد تو منزل میزنه. خب این روشه روشه اشتباهیه. اومده اون یه آهنگ جدید اومد هنرجو میخواد به چه علمی در بیاره. اومده اون هنرجو توی مجلس یه دفعه یکی از مهمونه اون مراسم بلند شد میکروفون گرفت دستش خون هنرجو به چه علمی و به چه اصولی میخواد تونالیته گام و خواننده رو پیدا کنه. پس اینا مهمه. دوستان میتونن ویدیوی گذاشته ما ببینن حرفامو گوش کنن و در زمینه ثبت نام در آموزش اورگ در مدت زمان 5 ماه چه خانوم باشن چه آقا باشن برای من هیچ فرقی نمیکنه و تو این کار اصلا سن و سال معنی نداره، فقط پشتکار و علاقه معنی داره. خیلی دوستتون دارم، هم اونایی که ورامینی اصلا تهرانی اصلا خارج از ایران خارج از ایران اصلا و هم اون عزیزانی که خارج از کشور اصلا، برای من همشون قابل احترام و خیلی دوستشون دارم. خب تا یه آهنگ زیباتر روز شب خوش بودن.